زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده ای امریکا در امور صلح افغانستان میگوید مردم افغانستان خواهان آغاز فوری مذاکرات صلح و رسیدن به توافق هستند که به نفع آنان باشد دکتر زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده ای امریکا در روند صلح افغانستان در واکنش به حمله هوایی در هرات میگوید گورهای بیشتر باعث پیشرفت مذاکرات صلح نمیشود زلمی خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان حمله هوایی روز گذشته در ولایت هرات که منجر به کشته شدن چندین نفر از جمله غیر نظامیان شد را محکوم کرده و خواستار بررسی آن شده است. آقای خلیلزاد صبح امروز پنجشنبه در توییتر حمله روز گذشته در هرات را خشونت بار خوانده است. آقای خلیلزاد نوشته عکسها و چشم دیدای شاهدان اکایت از قربانی شدن غیر نظامیان زیاده از جمله کودکان دارد ما حمله را محکوم و از تحقیق حمایت می کنیم نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در ادامه می که مردم افغانستان خواهان آغاز فوری مذاکرات صلح و رسیدن به توافق هستند که به نفع آنان باشد آقای خلیلزاد افزوده از آنجایی که مذاکرات بین الافغانی نزدیک است دو طرف باید از خود شکیبایی نشان دهند روز گذشته مقام های دولتی در ولایت هرات از کشته و زخمی شدن ده ها نفر در نتیجه حمله هوایی به یک گرد گروه طالبان در منطقه بین ولسوالی های ادرسکن و گذره این ولایت خبر دادند آمار زده نقیس از شمار تلفات این رویداد منتشر شده است محمد علی فقیرگیار ولسوال ادرسکن صبح امروز به بی بی سی گفت تا کنون هشت کشته و هفته زخمی از این رویداد به مرکز این ولسوالی منتقل شدند. آقای فقیریار اضافه کرد که در میان کشته ها و زخمیان این رویداد افراد گروه طالبان، حامیان آنان و غیر نظامیان نیز شامل می باشند. فقیریان روز گذشته به نقل از مردم محل گفته بود که در این حمله بیشتر از 45 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. او تاکید کرده بود که آمار دقیق از این حادثه تا کنون مشخص نیست، اما برخی منابع غیر رسمی به نقل از شاهدان این رویداد میگویند ده نفر از اعضای گروه طالبان و غیر نظامیان از جمله کودکان در این حمله کشته شدند. گروه طالبان نیز گفته که این حمله اوایی گرد استقبال از یک زندانی این گروه که به تازگی از زندان بگرام آغاز شده بود را مورد هدف قرار داده و بر اساس گزارش که به آنها رسیده در این عمله 8 غیر نظامی کشته و دوازده تن دیگر زخمی شدند. دفتر ولی حرات گفته که افراد جمع شده در این گرد همایی برای انجام حملات در شهر حرات برنامه ریزی میکردند. این رویداد واکنش های بین المللی را نیز به دنبال داشته است دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به این رویداد گفته اکنون وقت آن رسیده که طرف های درگیر خشونت ها را کاهش دهند جنگ را در روزهای عید متوقف ساخته و بلافاصله مذاکرات سال را آغاز کنند انتظار می مذاکرات میان گروه طالبان و دولت افغانستان به زودی آغاز شود ولی ادامه خشونت ها و جنجال‌ها بر سر رهایی زندانیان آغاز این مذاکرات را ماها به تأخیر انداخته است. نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد واشنگتن دیسی.